سلام دوستان عزیزم، امروز یک غذای جدید به اسم کوفته بادمجون پنیری داریم که بادمجونش رو من سرخ کردم، اما کسایی که رژیم دارن میتونن روی بادمجون ها 2-3 قاشق روغن زیتون بریزن و توی فر بذارن. برای روی کوفته ها هم سس مارینارا لازمه که چون من فقط 2 قاشق برام باقی مونده بود یه سس گوجه استادم امروز درست میکنم و با آب مرغ رقیقش میکنم. در ضمن آرد سوخاری من تموم شده بود، مجدد امروز درست کردم و اینجا آماده شده. دوستان، رسیپی سس مارینارا و آرد سوخاری در کلیپ های قبلمون هست، حتما ببینین. رسیپی استاک مرغم به زودی میذارم. حالا مواد اولیه رو با هم یه مروری بکنیم. بادمجون پوسکنده مکعبی داشتیم 450 گرم که بعدا من سرخشون کردم. 2 تا پیاز رنده شده و سرخ شده داریم که به 2 قسمت تقسیم میکنیم. آرد سوخاری 50 گرم، پنیر صبحانه 80 گرم، زرشک سرخ شده 1 قاشق غذاخوری، نعنا داغ 1 قاشق غذاخوری بدون روغن، رزماری 1 قاشق چایخوری، آویشن 1/2 قاشق چایخوری، مرزه 1 قاشق چایخوری، سماق 1 قاشق چایخوری و فلفل سیاه به میزان لازم. 3 تا هم گوجه فرنگی برای سسمون داریم که پوره کردم. نیمی از پیاز داغ اینجا داریم و 2 قاشق سس مارینارا و 2 قاشق هم رو به گوجه فرنگی. بریم سراغ طرز تهیه. 2 تا پیاز متوسط داشتیم که حسابی ریز خوردش کردم، داره تفت میخوره. بعد نصفش رو استفاده میکنم برای داخل بادمجون، نصفش هم توی سس گوجهمون. من امروز سس مارینارا کم دارم، 2 قاشق بیشتر ندارم، به خاطر همین یه مقداری سس گوجه اضافه میکنم بهش. خب پیاز داغ که آماده شد، اینطوری مایتابه رو کج میذاریم تا این روغن از پیاز جدا بشه. بعد من از این روغن استفاده میکنم برای سرخ کردن بادمجونا که خیلی خوشمزه تر در میان. داخل همین تابه که پیاز داغ درست کرده بودم، اول رب و تفت میدم. ببین چقدر رنگش باز میشه و خوش رنگتر میشه بعد از تفت دادن. گوجه پوره شده رو ریختم، یه تفتی میخورم با هم تا آب گوجه کم کشیده باشه. خب رو به گوجه و پوره گوجه فرنگی دارن خوب تفت میخورن، کم کم داره غلیظ میشه. بعد اون 2 قاشق سس مارینارایی که داشتم بهش اضافه میکنم. من داخل این هیچی ادویه‌جات، نمک، هیچی اضافه نکردم، فقط آخر سر احتمالا یک کمی آب لیمو اضافه میکنم. این 2 قاشق رو از سس مارینارایی که داشتم بهش اضافه میکنم، چون هم سیر داشت هم یک کمی سبزیجات. دیگه تو این سس قبلی چیزی اضافه نکردم. حالا پیاز داغش هم اضافه میکنم. خب من در اینو میبندم تا گوجه های کم خوب پخته بشن، بعد بهش استاک مرغ رو اضافه میکنم. بادمجون تفت داده رو ریختم داخل دستگاه غذاساز و پورش کردم. بقیه مواد رو همه رو میریزیم روی بادمجون.
و با هم ورزش میدیم. کوفته ها رو با یه لایه نازک از آرد سوخاری پوشوندم، به همین صورت میذارمشون داخل فر، یک رو بعد میارم بیرون، سس و روش میریزم و مجدد یک رو به دیگه میذارم بپزه. خب سس گوجهمون کاملا غلیظ شد، من یه مقدار استاک مرغ بریزم روش. بعد اینو میریزم روی کوفته بادمجونمون. استک مرغ رو به حدی اضافه کردم که به این غلظت رسید. حالا ازش میریزم روی کوفته های بادمجون. اینا یک روب داخل فر پخته بودن. بعد مجدد با این سس میذارم میپزم. کوفته بادمجون پنیری ما آماده شده، یه خود بچشیم ببینین چقدر داخلش خوشگله. مزه فوق‌العاده‌ای داره، امیدوارم که حتما درست کنید و لذتش رو ببریم. واقعا خوشمزه است و حتی مناسبه برای پیکنیک، چون این غذا سردش هم خوشمزه است. دوستان عزیزم، امیدوارم که حتما درستش کنید و لذت ببریم.